مخالفان مصالحه دولت یک بار دیگر حمله تهاجمیشان را برای به دست آوردن اداره ولسوالی زیباک ولایت بدخشان آغاز کردند. مقام های امنیتی در بدخشان با ابراز نگرانی میگویند که شب گذشته طالبان از چندین استقامت 7 حمله بزرگ بر ولسوالی زیباک راه اندازی کردند که با پاسخ سخت نظامیان کشور روبرو شدند. پلیس بدخشان میگوید که در این نبرد 7 مهاجم به شمول سردسته آنان کشته و 11 تن دیگرشان زخم برداشته و مقدار جنگ افسار نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده. حمله کردن عملی بسیار گسترده و قوی از چندین مناطق و ولسوالی زیباک با مقاومت سخت نیروهای شجاع امنیتی بدخشان روبرو شدند که در نتیجه اطلاعی را که تمام یکنون ارگانهای کشفی و استخباراتی ما در دسترس ما قرار دادند که از جمله 7 نفر از طالبا گجمن سرگروپ ها و کسایی که گردانندگی جنگ می کردن کشته شده، 11 نفر هم زخمی دارن. صحبت میکنیم در رابطه با وضعیت امنیتی در بدخشان. غلام سخی غفوری فرمانده پلیس بدخشان از فیض آباد با ما هستن. سلام به شما، خوش آمدین آقای غفوری. در آغاز اشاره کنیم با وضعیت امنیتی در بدخشان، خصوصا در زیباک که چند حمله گسترده صورت گرفته بود. تشکر. سلام بر شما و همکاران عزیزتان. البته همچه که معلوم هست در ولایت های قندوز و بغلان هم حملات گسترده مردم افغانستان، دشمنان مردم افغانستان آغاز کردند و در پیوند به انو حملات هایشان کوشش کردند که در ولایت بدخشان، در ولسوالی فیض آباد هم، ولسوالی زیباک ولایت بدخشان هم عملیات گسترده را اندازی بکنند که خوشبختانه با دفاعی بسیار جانانه و خوبی نیروهای امنیتی بدخشان روبرو شدند و با بدترین حالت از جا شکست خوردند و به اون پایگاه اصلی خودشان رفتند. تا به می اکنونی که با شما صحبت داریم، وضعیت عمومی بدخشان لله الحمد قابل قبول هست و قابل قناعت ما هست، ولی کارهایی هم روی دست داریم انشاءالله که برای او برسیم. بله، عملیاتی که شما روی دست دارین یا برنامه مشخصی که از صحبت میکنین در کدام مناطق است؟ یعنی مناطقی که شما نیازمند هستین در اونجا برنامه داشته باشین که تحت حاکمیت دشمن است؟ ما یکی دو سه مناطقی داریم که دشمن در اونجا تسلط دارن و دشمن در اونجا فعالیت دارن. البته ما با تلاش بیشتر و با جان فدایی و زحمت کشی بیشتر نیروهای امنیتی ولایت بدخشان امسال خوشبختانه کارهای خوبی را انجام دادن و ما آل در نمو هستانی رسیدیم که مناطقی که دشمن در اونجا حضور دارن، البته ولسوالی های ینگام، ولسوالی وردو، یک بخش از ولسوالی راغستان و بعض مناطق دیگه که او اصلا موجودیتشان در اونجا قدر قابل تشویش نیست، برنامه را روی دست داریم که انشالله خدا کمک بکنه ما بتانیم اونجا را پاکسازی بکنیم تا مردم شریف بدخشان کاملا از وجود مخالفین مردم افغانستان و از تشویشایی که دارن از با خاطرشان جمع شون. آیا برنامه‌ای که شما در نظر می‌گیرین برای پاکسازی یک منطقه، آیا تدابیر بعد از او پاکسازی را هم در نظر می‌گیرین؟ مثلا در مورد زیباک هفته گذشته هم حمله صورت گرفته بود، چرا به خاطر ثبات اون منطقه تدابیر مشخص گرفته نمیشه که دوباره حملاتی صورت می‌گیره و به دست دشمن میفته؟ خب شما البته در جریان هستین، در سراسر افغانستان مشکلات هایی وجود داره از لحاظ ناامنی. بدخشان هم یکی از کلانترین ولایت های افغانستان، یکی از جنجالی ترین ولایت های افغانستان است. دشمن های مردم افغانستان در اینجا جایی دارن، از کوه ها و مناطق خشن بعض ولسوالی ها استفاده میکنن، در اونجا حضور دارن، مرز بسیار طولانی با پاکستان داره، مرز طولانی با چین و تاجیکستان داره، عملا در اینجا تروریست های خارجی فعالیت میکنند و او هم تلاش های خود دارن. آنچه را که شما در ولایت های دیگه میبینین، خوشبختانه در بدخشان چنین چیز رخ نداده و نیروهای امنیتی بدخشان با تدبیر و تدابیر خاص نظامی را که داشتن تانستن این ولایت کلان بدخشان تانستن که حداقل به دشمن های مردم افغانستان اجازه نتن که جای و بیشتری از مناطق بدخشان در کنترل از اون باشه. اما این فرصت چگونه برای دشمن داده شد و طور مثال در مورد زیباک که بتواند دوباره حمله گسترده ای را با وجودی که سرکوب شده انجام بده؟ یعنی پاکسازی که صورت میگیره، چرا به صورت اساسیش نیست که منطقه به صورت کاملش پاکسازی بشه؟
شما البته نه در جریان هستین. از دو سال به این طرف ولسوالی انگام و ولسوالی ورزوج در کنترل طالبا هست، ولسوالی زیباک هم متواصل به امون ولسوالی ورزوج و ولسوالی انگام هست. ولسوالی زیباک در دن دره یا در نزدیکی توپخانه، البته نه نزدیکترین ولسوالی با مرزای باز پاکستان، ولسوالی زیباک هست. ولسوالی زیباک یکی از ولسوالی های کلیدی هستند که موجودیت نیروهای امنیتی در اوجه سبب ازی شده که نتانن واک فعالیت های بیشتر رو را به نقطه هم به می دلیل انتخاب کردن که تا بتانن در مرزای بیرون از افغانستان خوبترین مناطق یا خوبترین ولسوالی زیباک بر نظرشان بعد از دیدگاه از اونا بود که در اونجا پایگاه داشته باشن تا بتانن رفت آمده بسیار به سادگی و با وجود حساس بودن این منطقه، آیا آمادگی های مشخص وجود دارد در رابطه با این منطقه؟ آیا نیروی کافی هست؟ آیا تجهیزات و امکانات کافی در این منطقه هست؟ بله، ما سپاسگزار هستیم از همکارای امنیتی ما که امسال در تمام مناطق بدخشان آمادگی های خاص و مشخص را بالاتر از توانمندی دشمنان مردم افغانستان در اوجه داشتن. ولسوالی زیباک خوشبختانه که آمادگی های خاص و ویژه در اونجا گرفته شده بود که تا دشمن های مردم افغانستان نتانستند در اونجا دست پیدا بکنن. اگر در اونجا آمادگی نمی بود، با امو حمله تاجیمی و کلان را که پلانگذاری کرده بودند که اکثریتش خارجی ها گردانندگی میکرد و میتانستند در اونجا دسترسی پیدا بکنن و میتانستند در اونجا فعالیت کلانتر را انجام بدن، که خوشبختانه با سختترین مقاومت نیروهای امنیتی ما روبرو شدن، با بدترین حالت از اوجه دوباره عقب نشینی کردن. در مورد موجودیت نیروهای خارجی در بین مخالفین مسلح بیشتر صحبت بکنین. آیا این گروه همان گروه داعش است؟ و شما نفوذ و فعالیت گروه داعش در بدخشان چقدر گسترده میدانید؟ البته نه، در یکی دو مناطق بدخشان که ولسوالی مربوط به ولسوالی انگام هست و یک بخشش مربوط به ولسوالی جرم هست، دو مناطق به نام خستک هست، در مناطق خستک فعالیت های داعش هم در اونجا در همکاری با دیگرایشان یک جایی دیده شده و ارگان های کشفی و استخباراتی همیشه برای ما اطلاع دادن که فعالیت های داعش در اینجا وجود داره. در عملیات هایی را که یا میخواین علیه نیروهای امنیتی داشته باشند، نیروهای حکومتی داشته باشند، در عملیات هایشان همیشه نشان داده که وا مشترکن فعالیت داشتند. در اجرای کاری روزمرهشان اطلاعات نشان میده که اختلافات را در بین هم دیگر دارند. گایش بعضی هایش بیشتر علاقمند هستند که موضوع داعش و داعشی را بیشتر دامن بزنند، بعضی های دیگه شمو عمل کرده خائنانه و جایلانه تبلیغ خودشانه. با توجه به اینکه شما چندان ابراز نگرانی نمی کنین از وضعیتی که در بدخشان است، اما در یک ماه گذشته چند حمله صورت گرفته؟ ما در یک ماه گذشته البته نه 4 عملیات دشمن که عملیات تاجیمی را در ولسوالی شهدا، ولسوالی جرم و یک 2 روز پیشتر در ولسوالی زیباک و یک بار دیگه هم در مناطق ولسوالی شهدا عملیات هایی را راندازی کردن که البته نه تعدادی از اونا بالاتر از 1000 نفر در سر یک ولسوالی بوده و تعداد موجودی را که ما در ولسوالی ها داشتیم با امو شهامت و مردانگی و مقاومتی را که همیشه از خود نشان دادن تانستن کلانترین و برجسته‌ترین عملات نیروهای مخالفین مردم افغانستان را دفع بکنن و سختترین تلفات را بهشان وارد بکنن. در مقابل این حملاتی که صورت میگیره، در کل مردم در بدخشان بیشتر توقعی را داشتن که نیروهای ما از حالت دفاعی به حالت تهاجمی رو بیارند. چقدر در برنامه شما این گنجانیده شده؟ خب البته ما و ظرفیت ما در ارتباط با ظرفیت داشتن نیروهای امنیتی بدخشان و خود مردم افغانستان و بخصوص بدخشان کاملا باور داریم. نیروهای امنیتی در بدخشان قابلیت تهاجمی هم دارن، قابلیت دفاعی هم دارن، چون شما میدانیم در قندوز جنجال دوامدار هست و در تخار جنجال هست، در قندوز جنجال، در بغلان جنجال هست و نیروهای امنیتی که میتونن کارهای کلان را انجام بتن در بدخشان بدون شک یک حمایت قویتر و کلانتر را ضرورت دارن. بنابراین با امو برنامه را که روی دست داریم البته منتظر ازی هستیم که هم دفاعی خوبی را صورت بگیره و هم حملات تهاجمی خردریزی را که در توان نیروهای امنیتی بدخشان است اونا را انجام بدیم تا فرصت مساعد شوه و اون پلانی را که ما روی دست داریم البته با یک حمایت کلانتر نیروهای ویژه که در جای دیگه مصروف هستن بتانیم مناطق کلی بدخشان از کنترل
اما آقای غفوری شما چقدر میتونید با مردم بدخشان اطمینان بدین که وضعیت فعلی که تقریبا آرامش نسبی را در بدخشان رقم میزنه را حفظ بکنه؟ البته همکاری خوبی را که ما هماهنگی و همکاری خوبی را که در بدخشان در حمایت از مردم بدخشان داریم، مردم شریف بدخشان واقعا نیروهای امنیتیشان درک کردن، نیروهای امنیتیشان واقعا همکاری کردن در تمام موضوعات امنیتی بدخشان، مردم شریف بدخشان با ما همکار بودن و او باور دارن، مطمئن هستن تا نیروهای امنیتیشان به همین دلیل است که او خاطرشان جمع هست و باورمندیشان سر نیروهای امنیتی و بچه‌هایشان که در صفوف نیروهای امنیتی در مقابل دشمنان مردم افغانستان میرزمن و باور دارن. تشکر از جزئیات که در اختیار ما گذاشتین. غلامسخت غفوری فرمانده پلیس بدخشان از فیض آباد. تشکر است.